خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از تلویزیون رنگارنگ از شبکه جهانی پارس خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. در آغاز برنامه اعلام کنم که در واقع امروز برنامه ما باز یه مقداری متفاوته، به خاطر اینکه ماه سپتامبر تموم شد و ما در واقع به نیمه اول اکتبر رسیدیم. طبق زمانبندی که کرده بودیم توی 6 ماه گذشته ما میخواستیم به اینجا برسیم، به این دلیل که یه گزارش خدمت شما از کارون بدیم و یه جمع‌بندی از بخش‌های مختلف برنامه داشته باشیم که چگونه شده. گزارش کار ما اینه که برنامه اول ما رو که به هر حال شاهد بودین نواقص بسیاری درش بود، چه از نظر فنی، چه از نظر امکانات، چه از نظر اجرا، و خوشبختانه به تدریج به مرحله ای رسیدیم که همه اذعان دارن که یه برنامه شست و رفته است. این برنامه شست و رفته به هر حال زحمات بسیاری میبره و نیروی بسیاری میطلبد، و در کنارش به هر حال یه مقداری هم فکر ما همه میدونیم که مسئله مالی هم داره. ولی آنچه گفته بودیم که انجام میدادیم طبق اون برنامه که اعلام کردیم خدمت شما انجام دادیم، و امروز بعد از 6 ماه با افتخار اعلام میکنم که در موقعیت قرار گرفتیم که گام به مرحله سوم که مهمترین گام حیات تلویزیون رنگارنگ است بگذاریم. اینا رو حالا من در قسمت‌های بعدی گزارششون به شما خواهم داد. اینو به این دلیل میگم که اگر حوصله شنیدن اینها رو دارین که ما در خدمت شما هستیم تا پایان برنامه. اگر به هر حال دنبال برنامه‌های متنوع‌تر و سرگرم کننده دیگری هستین که خب میتونید هر کانالی رو که می‌خواید انتخاب کنید و تماشا کنید. در این بخش ما خواهیم گفت که وقتی شروع کردیم با آماری که به هر حال بسیار ضعیف بود و گاهی اوقات مثلا بیننده رو که وقتی می‌دیدیم ما روی یوتیوب یا سایت رنگارنگ و حتی خود پارس، اون قطعه لایو استریمش رو میگم که میشه دید، رقم ها بسیار اندک بود و دو رقمی بود واقعیتش. ولی امروز میتونم بگم که رقم ها 5 رقمی شده، یعنی چیزی به 1 میلیون نمونده. به این دلیل میگم که الان وقتی نگاه میکنیم برنامه هفتگی رو از طریق یوتیوب، برنامه متفاوته. یعنی برنامه هفته گذشته ای که درباره مسابقه خانم سوسن بود و هفته بعدش که برنامه کیهان بود، مجموعا رو همدیگه یه چیزی نزدیک 40,000 نفر رو یوتیوب دیده بودن. اونایی که به هر حال با دنیای مجازی سر کار دارن میدونن رقم 40,000 تا یعنی چه. و وبسایت خود ما بوده، بالاترین بوده، فیسبوک بوده، و مهمتر از همه پارس بوده. اینو همه قبول داریم که این که دیگه قابل نیاز به اثبات نیست که پارس یا کلن ستلایت و اینترنت تو هر خانواده ایرانی هست و بالطبع مردم همین کانال ها رو میبینن، و پارس به هر حال یکی از قدیمترین کانال های تلویزیونی است که بینندگان بسیاری داره، که اون آمار ما هنوز از خود پارس نگرفتیم که اصلا وقتی برنامه ما پخش شده از طریق ستلایت چقدر تماشاگر داره. ولی میشه حد زد، میشه تخمین زد. این مجموعه رو گفتم که به شما بگم که در کلیت این تارگت به قولی گفتن یا این مجموعه که ما در نظر گرفتیم، یعنی نقطه‌ای رو که برای خودمون انتخاب کردیم که اینجا برسیم، این است که آره واقعا نزدیک 500,000 برنامه ما رو تماشا میکنن در این مجموعه که شامل همه اینا که گفتم میشه. باز بحث من این نیست، بحث من اینه که آدم چی میگه. شما میتونی یه آهنگ چه میدونم خاص بذارین 2 میلیون نفر ببینن، یا یه خانومی نمیدونم جلوی دوربین لخش 10 میلیون ببینن. معیار این است که منظور با طرز و نحو و بیان برنامه ما این تماشاگر رو داره. خب این قسمت به عنوان یه گزارش گفتم در اول برنامه که شما رو آماده کرده باشم، به قول گفتنی گرمتون کرده باشم برای یک مسابقه طولانی و ماراتونی که به هر حال در 2 بخش امشب من در خدمت شما صحبت خواهم کرد. یک اولویت و قسمت دوم توهم. دنبال برنامه رو پی میگیریم.
همه زندگی تغییر میکنه. بیدلیل بیدلیل دلت براش تنگ میشه، رابطت با دوستای قدیمی کم رنگ میشه، پشت هم شمارش رو میگیری و حفظ میشی، آدرس هر جا که همراش میری و حفظ میشی، با یه گوشی میشینی هر شب و صبح میکنی، حرفایی میزنی که خودت تعجب میکنی. آخه اینا همه اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبزه تو از کار میندازه. اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبزه تو از کار میندازه. چجوری مهار کنی وقتی دوره هی داری دور خودت میگردی، وقتی دوره انگاری یه چیزی رو گم کردی، جواب از سوالی که داری تو حرفاشه، هر کسی زنگ میزنه میگه کاش که اون باشه. آخه اینا همه اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبض تو از کار میندازه. اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبض تو از کار میندازه. اثرای عشقه، اثرای عشقه. واقعا سوال همینه که دیدین اولویت چیست. من از حاشیه پردازی پرهیز میکنم که وقت رو مختصر و مفیدش کنم، به دلیل که اولویت میتونه برای خیلی فرقای مختلفی داشته باشه. اولویت میتونه برای بعضیا چه میدونم رفتن به ایران و خریدن یه خونه باشه، رفتن به ایران و نمیدونم صافکاری و لکه‌گیری تن و بدن باشه و غیره، این چیزهای مختلف. من حالا وارد اون بحث نمیشم چون نمیخوام باشم. من در راه مبارزه سواد و اولویت چیست. ما در مقابل اون یه نظامی قرار داریم به نام نظام جمهوری اسلامی که باید شناختش. نظام جمهوری اسلامی چهار تا ملا و آخونده عقب افتاده و متعجر تاریخی نیستن. من به همین دلیل میگم اول باید یه مقداری سنگامون رو واکنیم، شناسایی کنیم، هر کس به اندازه توان و دانش و بینش و هر چیز که میتونه تجزیه تحلیل کنه. و اون است که جمهوری اسلامی حکومتی است که به نظر من 37 سال حکومت‌های چپاولگر جهانی، این حکومت‌های چپاولگر جهانی میتونه حتی یک کشور در آفریقا باشه، یک کشور در آسیا باشه، حالا آمریکا و انگلیس و ایتالیا که هیچ، دونه درشاشو بذاریم کنار، اینا همه جمهوری اسلامی رو حمایت کردن. حالا همه میگن ای آقا نه، گوش کن آخه قربونتون برم. چرا حمایت کردن؟ برای اینکه یک کشوری که جزو ثروتمندترین کشورهای جهانه، درشو یعنی در کشورو باز گذاشته که اینها بیان هر کس هر چه میخواد بخوره، اندازه توان و قدرتش و موقعیتش و تأثیرگذاریش در مسائل جهان ببره
ولی اینها بمونن. خب مگر کدوم کشور در جهان بدش میاد مقابلش یه رژیمی قرار داشته قرار بگیره که حاضره سرمایه های یه ملت رو سخاوت ماندن رو بهشون بده؟ چرا باید بیان این رو نشونه کنن، اینو بخوان عوضش کنن؟ خب این سوال باید جواب داد دیگه. حالا تحلیلگران تحلیل میکنن، نمیدونم مفسران، بحث اینه که واقعیت اینه جهان امروز، جهانی که در واقع پایه‌ای و اصولی از منافع ملی براش مطرح باشه. منافع ملی یعنی این که حکومتی که بر سر کار اون ملت تلاش داره به هر شکلی به هر ترفندی منافعی رو از هر جای دنیا بیاره در کشورش و برای مردمش صرف کنه. این تجربه 30 سال من در زندگی در انگلستانه. حتما شما در کشور مختلف هم که زندگی کرده باشین کم و بیش همین گونه است. ممکنه این وسط های اتفاقاتی بیفته، حالا یکی بهره برداری شخصی از این قضیه، ولی اکثرا اینطوری نیست. دولت های انگلستان که این چند سال سر کار اومدن، که من با اون به یه نگاه به هر حال منتقدانه هم میشه به این دولت انگلستان نگاه کردم، چون یه زمانی من خودم اعتقاد داشتم که هر چی بدبختی ما داریم از این انگلیسه، پس حالا که منم تو این کشور من باید یه جوری پدر اینا رو در بیارم، فرزند دیگه، یک تصور من بوده. بعد به تدریج یاد گرفتم که آقا من باید اون سیلی رو به گوش خودم بزنم، به عدم شناخت خودم در واقع بنالم، گریه کنم، به بی‌ذائتی توان تشخیص خودم باید زجه بزنم. کمه دست و گلار خودمو آب میدیم و تمش دنبالی بهانه میگرم یکی رو مقصر کنیم. اگه انگلستان اومده برده، نوش جونش برده داده به ملتش، آمریکا برده برای ملتش برده. اگه اینا کارخونه‌های اصل سازیشون هر روز کار میکنه و تولیدات عظیمی رو بیرون میدن، چیکارش میکنن؟ میرن تو همون کشورهایی که میگه بذار بکشن. من از نظر دید حقوق بشری نگاه نمیکنم، من از این دید نگاه میکنم که دولت‌ها تعهدشون در بالاترین رده حفظ منافع ملیه، امنیت ملیه. چیزی که در ایران 2000 ارزش و اعتبار نداره. خب حالا بس باز دور نشیم. این کشورها جمهوری اسلامی رو دوست دارن، میخوان باشه. حالا به هر حال جهان دوگونه است، یه سیاست پشت پرده است، یه سیاست به اصطلاح افکار عمومیه. جلو افکار عمومی باید خط نشون کشید، هر روز به یه نوعی، یه روز دادگاه میکنه، یه روز نمیدونم پوست خیار زیر پای یکی خورده زمین، یکی نمیدونم با نارنجک زدن، یه روز نمیدونم چرا حجاب پایینه، یه روز چرا داراب بالاست، از این داستانا. 37 سال سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی رو محکوم کرده، چه اتفاقی افتاده؟ بعد از دادگاه میکنوس سفرا از ایران اومدن بیرون، چه اتفاقی افتاد؟ من بحثم اینه که تای پرده داستان بر این اساسه که این کشورها نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی رو دوست دارن، به دلیل اینکه این نظام نه ایرانیه، نه عرق ملی داره، نه منافع ملی براش مهمه، نه جون انسان‌ها ارزش و اعتباری داره. خب این مثل این میونه که شما با یه تیم میخوای مسابقه بدی، گلر اون تو هیچ توپی رو نمیگیره. خب حالا اون تیم مقابل بره اعتراض کنه، میگه نه آقا شما گلرتون عوض کنید، این تیمی که گل اینجوری میخوره باید فکری به حال این دروازه‌بانه فلان فلان شدهش بکنه. حالا بس باز این است که من اعتقاد دارم که این کشورهای اروپایی آمریکایی جمهوری اسلامی میخوان نگه دارن، کما که نگه داشتن. یک بار توی 37 سال اتفاقاتی افتاد، یا اتفاقی افتاد، حالا گفتم اتفاقات چون سال قبلش یه چیزی بود اونم میگم. همین
سر انتخابات، انتخابات که نباشه، انتصابات رفسنج احمدی نژاد و رفسنجانی یا موسوی بخش، خیزش مردم به ناگهان طوفانی شد و این رژیم به لب پرتگاه بود. رژیم سقوط کرده بود، همه میدونن اینو، خود رژیم میدونه، دولت اروپا و امریکا میدونن. چیزی که نخواسته اروپا و آمریکا بود، نخواسته این کشورهایی که برای سهمی در ایران داشتن بود، و مردم به ناگاه خروشیدن و رژیم تو لب پرتگاه بردن. ولی یک تجربه، یعنی یک کمبود تجربه و ابزار امکانات تبلیغاتی که اینا شاید اون لحظه آخر خیلی روش حساب نکرده بودن، به داد اروپا و آمریکا برای منافعشون و رژیم جمهوری اسلامی برای بقاش رسید. که اومدن سبز و سبزازی موسوی رو علم کردن و نمیدونم این رادیو تلویزیون خارج از کشور شروع کردن رو افکار مردم دویدن. و در اصل من اعتقادش همون موقع هم گفتم، نوشته‌هاش هست، گفتارم هست، با شروع قبل از شروع چیزام گفتم این حرکات، که آقا این گروهی که داره طراحی میکنه، مهندسی میکنه این خیزش رو، اینها جوانانی هستن که توی همین رژیم بزرگ شدن، همه چیز رو دیدن، همه چیز رو توی سالها دیدن، شناسایی کردن، به این نتیجه رسیدن که زمان مناسب شد هم انتخاباته، به این نتیجه رسیدن زمان مناسب به خاطر اینکه انتخابات میشه یه ذره ولش در وا میکنن. و باز بحث هم این است که اینها به این جنبندی رسیدن که از این تکنولوژی استفاده کنن بدون کوچکترین اثری یا جاپای از خودشون به جا بذارن، و در واقع این خیزش رو مهندسی کردن و این خیزش به جایی رسید که گفتم رژیم داشت سرنگون میکرد. بعد اومدن به هر حال چون این گردندگان این خیزش نمیخواستن شناسایی بشن و نمیخواستن دیده بشن، دیگه اون نقش نهاییشون شاید نخواستن یا نتونستن اجرا کنن، چون میشد شاید هم این ریسک رو باید میکردن که لو برن و گرفته بشن. من هنوز اعتقاد دارم این نیرو تو ایران هست و اینا دنبال یک فرصت دیگه هن، و این فرصت رو اگر این دفعه به دست بیارن، تمام نکات مثبت اون خیزش رو در کنار تجربه‌ای که به دست اومده رو میذارن و این بار رژیم رو سرنگون میکنن. این خیزش ممکنه فردا باشه، ممکنه یه سال دیگه باشه، ممکنه در تهران باشه، ممکنه در بیرجند باشه، ولی این اتفاق خواهد افتاد. همینجا باز برگردم به اولویت. حالا برمیگیم اولویت چیست؟ اولویت اینه که بگیم آقا بیاین به دورورمون کار نداشته باشیم، فقط بریم سراغ رژیم. یعنی چی؟ بگیم آقا بریم رژیم، بگیم مجلس، تو مجلس اینو گفتن، رفسنجانی علیه خامنه اینو گفت، خامنه به اون اینو گفت، سرداره اینو دو اینو اوکی، و این شکلی رژیم مورد تهاجم قرار بگیره و سقوط کنه. خب اینم یه راهه، ولی من به عنوان یک انسان ایرانی ژورنالیست تصورم اینه که ما تا نتونیم کنار زندگی خودمون رو اول مشخص کنیم، خط و خط کشیامون رو مشخص کنیم، خط قرمزامون رو بدونیم کجاست، چنین چیزی امکان پذیر نیست، چون تأثیرش کمه. به دلیل اینکه الان وقتی نگاه میکنیم در کنار زندگی خود ما، من همین شهر رو میگم، جای دور نمیرم، همین لندن رو میگم، تو این لندن الان چند تا تلویزیون فعال هست، تلویزیون من و تو هست، تلویزیون ایران فردا هست، بی بی سی هست، بالاخره شعبه صدای آمریکا هست، این حداقل 4 تاش. حالا یه سری هم دور و برش هستن که اونا رو بمونن. خب این 4 تا با کمک ابزار امکانات تبلیغاتی چه چیزی رو به خونه‌های مردم میبرن؟ هیچ کدومشون رو شما ببینید اگر دم از کلیت سرنگونی این رژیم زدن، همین بازی 28 تا میکنن، به یه جنای رژیم حمله میکنن، عروسکای مسخره از یه جنای رژیم میکشن، یه جنای رژیم آب توبه میریزن سرش، از این داستان ها. بعد محل رفت و آمدن اراذل و اوباش خود رژیمه، بچه گورکای خود رژیم تو اینا میلولن، اکبر گنجی میره اونور، اینا و اشکوری میره و این کدیور میره اون و
این یارو مهاجرانی میره اونور، سازگارا میره اونور، از این ور نه محسن مقوان باف سرش در میاد، از اونور یه جک و جونور دیگه در میاد. خب این دیگه یه بحث کلی، حالا من انگشت رو چیزی که نمیذارم، من یه بحث کلی رو میکنم، میگم در این اولویتی که من فکر میکنم، نه اولویتی که میگم شماره یکی، میگم اولویتی اینم هست که این کناره هم باید روشن کرد، مردمی که ما انتظار داریم بیان و حمایت کنن از یک خیزش ملی باید این خط خط کشی ها رو بشنسن، دوباره گول نخورن، دوباره اگه اتفاقی افتاد در ایران دیگه همراه اینها نشن که آدرس عوضی بدن به مردم. آره این قابل بحثه، میشه در زمین های مختلفش بحث کرد. باز من یه مثال میزنم، برگردیم زمان شاه. در انقلاب 57 مگر انقلاب که شد و خیزش شروع شد و ریزش هم شروع شد، رفتن یه ضرب یقه شاه رو گرفتن، به سیستم شاه حمله کردن؟ نه، شروع کردن از همین پایینا، این ساواکیه، این ضد انقلابه، این چنان است، اون چنان است، و مردم رو از این پراکندگی افکار نسبت این آدما به هر حال یک دست کردن. خب اینجا باید همینجوری، اینجا باید مردم بدونن، آگاه باشن، یک دست باشن که آقا این تلویزیون، این چهره، اینها ضد ملت ایرانن، اینا ضد منافع ملت ایرانن، گول اینا رو نباید خورد، پای منبر اینا رو نباید نشست، اگه فردا قرار اتفاقی افتاد اینا رو نباید در صفوف ملت ایران جای داد و راه داد، نه که اینو با کمال وقاحت برن اول صف واسن. آخه حیرت آوره کارهای ماها. به هر حال این مجموعه رو من تو اینجا باز خدمتتون گفتم که ساده ترینش وقتی نگاه میکنیم خط خط کشی زندگی یک انسان ایرانی تبعیدی یا پناهنده یه ویژگی هایی داره دیگه، تعریف شده خودش. تبعیدی و پناهنده کسانی هستن که به دلخواه از کشورشون بیرون نیومدن، مجبور شدن بیرون بیان. این اجبار میتونست حساب کتاب کرده، حالا یکی اصلا اقتصادی حساب کرده، دیده آقا شرط زندگی برایش مهیا نیست، میخواد بره یه جایی که حداقل بتونه مثلا شیر بچهش و پوشک بچهش راحت بخره و اینقدر امکانات مالی داشته باشه که این کار انجام بده. این یه حق طبیعی زندگیش بوده دیگه. این اجبار وادارش کرده، اجبار وادارش کرده از مملکتش اومده بیرون. حالا سیاسی ها اونه که جای خود دارن. خب اینا همه اومدیم توی یه خط شدیم تبعیدی و پناهنده. کسی نیومده فرق بذاره بیا آقای سری به شما 5 تا مدال میزنیم به سینه‌ت چون مثلا 10 سال هم زندان بودی پس اولویت داری مثلا به این آدمی که زندان نبوده. نه، گفتن آقا همه شما تو یه صفی و پناهنده و تبعیدی هستین. خیلی خوب، پس ما این کمه در یه خط ایستادیم و مهمم نیست گذشتمون چه بوده، ولی روی خط کشیه که دیگه همه یکسانیم، یعنی همه اومدیم حرفایی زدیم، کارایی کردیم، پرونده آوردیم، مدارک آوردیم که آقا این رژیم نسبت به زندگی ما تعرض کرده و اگر ما مونده بودیم ما رو میکشته. این حرفی که زدیم همون دیگه، دروغ نگیم دیگه. خب اینه که صفر نگرفتیم که جایی رسیدی که الان 80% شاید هم بیشتر میرن ایران رو میان، کسی اونجا همین اولویت ها رو نذاشت آقا این اولویته نباید بذاریم. هرچند فردا اون خیزش شروع شه همین هم دور برمیان تو خیزش مردم قرار میگیرن، ولی خب به هر حال الان مهمه که اینا هم بیان الان وظیفه مسئولیت ملی خودشون انجام بدن. من بعض بحثم اینه که اولویت این است که به نظر من یکی از اولویت هستی دورور خودمون رو هم شناسایی کنیم، افشاگری کنیم، روشنگری کنیم تا مخاطب بدونه. اینکه من برم بشم تجزیه تحلیل کنم که حالا آقای رفسنجانی میخواد پایای صندلی آقای خامنه‌ای رو بشکونه که آقای خامنه‌ای سرنگون شه، حالا چقدر من باید برم رو این امیدوار باشم که اصلا تازه این پایای صندلی اون رو بشکونه، بعد چه اتفاقی میفته که هرگز نمیشکونه که اون که 37 سال نشکوندن.
تازه من احترام دارم، میگم اونم اولویت، اگه قرار به در واقع هرم رژیم و شکافای جناحی رژیم پرداخت، حالا من میگم شاید از اجزا قدرم همچین چیزی نیست، اینا همه توی قایق میچستن، همه شون هم دستشون توی کاسه است. خب حالا اعتقاد دارن نه باید اینا بینشون شکاف انداخت فاصله، اینا به تزه، اینا به تزه، من احترام میذارم، ولی از نظر من اولویت به نظر من اینا هم هست، اینایی که دورور زندگی مونه. به هر حال این بخش اولویت من خیلی سربسته گفتم چون زمان خیلی میبره و منم خب انقدر تایم نیست که روش صحبت کنم. یه بریکی برمیداریم، شما هم به هر حال یه کوتاهی استراحت کنیم، برمیگردیم دنباله بحث رو با توهم ادامه میدیم. دارم احساس میکنم یه حس دیگه دارم، یه جورایی این روزا عاشق و بیقرارم، من با عطر تو رویاهامو میسازم، تو نمیدونی به تو چه ساده دل میبازم، خوشم میاد من از تو از که مهربونی، وقتی دلم میگیره از تو چشو میخونی، خوشم میاد میفهمی به تو علاقه مندم، به این علاقه عشقم همیشه پای بندم، جز تماشای تو من کار دیگه ندارم، کنار تو بهارم، بزو در کنار تو تماشا درد و غم رو، بزو باورم بشه که بی تو خیلی تنها، که بی تو خیلی تنها، خوشم میاد من از تو از که مهربونی، وقتی دلم میگیره از تو چشم میخونی، خوشم میاد میفهمی به تو علاقه مندم، به این علاقه عشقم همیشه پای بندم، جز تماشای تو من کار دیگه ندارم، اگه پاییزم باشم کنار تو بهارم، بزو در کنار تو تماشا درد و غم رو، بزو باورم بشه که بی تو خیلی تنها، که بی تو خیلی تنها، دارم احساس میکنم یه حس دیگه دارم، یه جورایی این روزا عاشق و بیقرارم، من با عطر تو رویاهامو میسازم، تو نمیدونی به تو چه ساده دل میبازم، خوشم میاد من از تو از که مهربونی، وقتی دلم میگیره از تو چشو میخونی، خوشم میاد میفهمی به تو علاقه مندم، به این علاقه عشقم همیشه پای بندم. مشاوره در ثبت شرکت‌های تجاری و اخذ ویزاهای اقامتی و خانوادگی، امور طلاق و ارثیه‌های خانوادگی و دعواهای ملکی،
همه مشکلات قانونی شما را به راحتی برایتان حل می‌کند. E-Link Legal Service with 50 years of همینطور که دیدین و نوشته رو خوندین، توهم چیست؟ حالا توهم این است که اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی که بارها و بارها من گفتم تعداد بسیاری نسل جدید زاده رژیم جمهوری اسلامی اومدن خارج از کشور، بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کردن، بچه های باهوش هستن برقرار. حالا ممکنه حرکت و مسیرشون مسیر منفعت ملت ایرانی است، برخلاف منافع ملت ایران حرکت میکنن و به نوعی میتونم بگم خائنان این سرزمینن، ولی به هر حال داره استعداد نبوغن. اینها از صبح تا شب کارشون طراحیه در دو بخش، مصارف داخلی مصارف خارجی، اون فکرایی که تولید میکنن برای داخل و اون فکرایی که تولید میکنن برای خارج. اینها تنها هدفشون ایجاد توهمه. توهم یعنی چی؟ به عنوان مثال میان از بچه گرگای خود رژیم به اصطلاح توی بازی‌های سیاسی بایکوتش میکنن، دستگیرش میکنن، زندانیش میکنن، ضرب و شتمش میکنن و در افکار عمومی ونه چهره معترض رژیم جاش میندازن. من و شما که از بیرون میبینیم سمپات میشیم بهشون، احساس همدردی میکنیم، احساس قهرمانی بهشون میدیم که ببین واسدن و دارن میجنگن، دارن مبارزه میکنن، رفتن زندان، شکنجه شدن. حالا تو شکنجهش که ما ندیم، میگن شکنجه شدیم دیگه. بعد از حق طبیعی زندگی محرومشون کردن. این آدم ها تو ذهنهای ما آدم های موجهی میشن، در جایگاه خاص محترمی قرار میگیرن و این حس رو میدن که دعا کنیم براشون جون سالم به در برن، دعا کنیم، تلاش کنیم از زندان بیان بیرون، نمیدونم همه جور چیزهایی رو که یک انسانی در مقابل یک انسان دیگه نیازه که بهش هدیه کنه صادقانه و مخلصانه میخوایم هدیه کنیم. این آدم ها نویسنده هست، شاعر هست، ورزشکار هست، خواننده هست، راننده هست، پرنده هست، چرنده هست، واقعا میگم همین ها یه مجموعه هست، چون یه تارگیت در واقع اندازهای بسیار بزرگی رو اینجوری در نظر میگیرن. اینها بعد نگاه که میکنیم میبینیم، مثلا به عنوان مثال میخوام بگم اکبر گنجی زمان خودش میبینی زندان اوینه، در حال مرگ، ولی در حال نزار و مرگش این تلفن دستیش دستشه، از خارج از کشور رسانه های ضد انقلاب مستقیم زنگ میزنن بهش، باش مصاحبه میکنن. نه یک روز، نه دو روز، نه یک ماه، نه سه ماه، نه یک سال، و ایشون در فضای زندان اوین که انگار بخشی از خاک سوئیس آزادانه هرچی دلش میخواد میگه و این رژیم احمق ضد اطلاعاتی و اطلاعاتی رژیم گم کرده سر نخو، نمیدونه این با چه جوری صحبت میکنه، چه با چه وسیله ماورایی صحبت میکنه، یعنی در این حد. خب ببینید اینجاست که همون که گفتم این توهمه سراغ شما میاد و رژیم با یه کار کارشناسی، با یه کار روانشناسی، با یه کار جامعه شناسی میاد و افکار مردم رو میدوزه که تجزیه تحلیل نکنن، بررسی نکنن که چجوری میشه مثلا پسر یا دختر همسایه بغل رو گرفتن
یک سال بردن، 6 ماه بردن، هیچ کس نمیدونه کجاست. هر چی پدر و مادر و خانواده تلاش میکنن حداقل بدونن بچه‌شون کجاست نمیدونن. ولی یه لندهوری تو زندان اوین تلفن موبایل با حال نزار با یه سری ارازل و اوباش خارج از کشور که مثلا اینا رسانه های ضد انقلابن و فلان و چنانن شروع میکنم مصاحبه کردم. خب این غیر از توهم اسمش چیه؟ نه واقعا به هر حال یکی این پاسو حالا ببین شاید من اشتباه میکنم، یعنی فکر میکنم آقا کسی که میره زندان اوین و جوری رژیم وانه بود که حتی ممکنه انسان رو بکشه، ولی در کنارش میگه آقای اکبر پونسی یا نمیدونم آقای محسن اطلاعات ساز یا نمیدونم مهاجرانی جو انداز یا محسن مخمل باف چاقوکش، شماها در کنار زندانی بودن این امتیازات رو دارین که در زندان‌های سوئیس و انگلستان هم نیست. یعنی تلفن و موبایل میتونید داشته باشین، برای که دلتون می‌خواد زنگ بزنه، هر کی می‌خواد به شما زنگ بزنه. در زندان درس بخونین، مدرک بگیرین، لیسانس بگیرین، فوق لیسانس بگیرین، دکترا بگیرین، کتاب بنویسین. یعنی مخلوطی از اوینی که من و شما می‌دونیم و مخلوطی از کشورهای مترقی دنیا رو با هم یکیش کردن. آره دیگه اینجوری دیگه. خب این اسمش توهمه دیگه. در همه زمین ها این کار کردن. هنرمند از اون ور میاد با یه توهم باسه مردم میاد، یکی از این ور میره موقع استاد استاد چنان استاد استادی پشت. حالا من اسم ببرم باز میگم، ولی خب من با کد و رمز این قضیه میگم و شما ببینید دیگه. استاد شجریان، استاد شهرام ناظری، استاد ایکس، نمیدونم اینا مثلا اسطوره های هنری ایرانن که رژیم انگار گلوهاشونو گرفته اینا نخونن. از این ورم میرن استاد انوشیروان روحانی، استاد شهداد روحانی، استاد حبیب مادرم کو، استاد نمیدونم گنجلی خانه، از این حرفا. از دو طرف رفت و آمد، دو طرفه بار ملت ایران میکنه. همه اینا هم نقش مبارز یا قهرمانان مردمو دارن. آقا چگونه است؟ من نمیفهمم. مگر غیر از این است که وقتی یه نفر از ایران به بیرون میخواد بیاد و میخواد بیاد در خارج از کشور در واقع چی میگن؟ مخاطب داشته باشه، حالا چه خواننده است، چه نویسنده است، چه شاعره، نمیتونه، حق نداره بدون اجازه و مجوز ارگانهای حراست امنیتی کشور بیاد بیرون. خب وقتی کسی با این شرایط میاد نمیدونه میخواد برگرده تون کشور و اون رژیمی که اجازه میده این بیاد بهش نمیگه یا اصلا این کاری نمیخواد بکنه، تازه فقط بهش میگه که آقا تشویق کن، هر کاری میبینی یه هول بده اینوری. خب دیگه من نمیدونم واضح تر از این چه چیزی رو باید معیار گذاشت. طرف اومده بیرون یه آدم خیلی معمولی، یک آدم بسیار معمولی، رفته مثلا پسر خاله مجاهدشو دیده، و اینکه برمیاد بپرسین با برای اینکه اتفاق افتاده بپرسین، تو فرودگاه یقهشو میگیرن. یعنی میخوام میگم انقدر اینها رژیم حرومزاده هستن، این توهمو درست میکنن که ما گول بخوریم و ما میخوریم. چرا؟ چون رسانه هم که خارج از کشور شدن دقیقا به همین دلیل به وجود اومدن که این توهمو دامن بزنن. شما نگاه کنید تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا، دو تا رسانه ای که از بودجه دولت آمریکا و انگلستان تا
تامین میشه. اونا به اون هزینه‌های هنگفت. من اولین سوالم اینه چرا بی بی سی و صدای آمریکا نمیان مثلا برای مردم آرژانتین تلویزیون درست کنن؟ یک جواب دیگه کسی دیگه. چرا نمیان واسه مردم فرانسه درست کنن؟ چرا نمیان برای عربستان درست کنن؟ نبگین رادیو عربی هم دارن، من دارم تلویزیون میگم با این هزینه هایی که این دوتا برای این دوتا کشور، این دوتا تلویزیون برای این کشور ایران میکنن، چرا برای اونا نمیکنن؟ چرا برای کویت نمیکنن؟ کویت هم کشور ثروتمند نیست. پس چرا ایران که این توهم در ما همینجوری که گفتم به وجود بیارن که منافع کل این کشورها رو تامین کنه؟ چون الان کشورهای دیگه که میگیم به هر حال یه ضوابطی وجود داره، مثل زمان شاه شده. درسته اون موقع هم به هر حال آمریکا تسلطش بیشتر از همه کشورها در ایران بود و شاه وابستگیش به آمریکا بیشتر از همه بود، ولی به هر حال یه ضوابطی هم بود. الان تو کشور دیگه هم هست، تنها جایی نیست که ایرانه که اصلا ضوابطی نداره. 90% شما رو ایناست، 10% ما رو حکومته، 1% هم خرج 4 تا برج و خیابون و بیابون و در دیوار میکنن که تازه تو اونم دزدی کنن، مگر اونم نمیکردن؟ خب اینم از توهمش. وبسایت درست میکنه، هر چی هنرمند و هنرپیشه و خواننده و راننده و قبل از انقلاب بوده تو سینمای ایران، سینما به قول خود گفتن فارسی، این وبسایت ها و این یکی دوتا کانال میرن حالا سراغ اینا. اینا رو گرد خاکاشون رو میگیرن میارن که رژیم گفته آره اینا رو بیاریم بذاریم اینا که دیگه آخرهاشونه، یه جور وانوت کنیم که آقا واسه ما چه رژیم خوبی شده، اینا هم همه هستن. ولی ظاهرا یه وبسایته که ربطی به رژیم نداره، یا یه تلویزیونی که مثلا با رژیم هیچ چیزی نداره، ولی خبرنگارش میره تو ایران اینا رو پیکیکی پیدا میکنه، با اینا مصاحبه میکنه، ستلایت پخش میکنه، کس هم کارشون نداره. ولی اگر شمایی که تو این بازی نباشین بخواییم برین ایران، به عنوان مثال میخوام بگم، بخواییم دنبال یه هنر پیشه بگردین یا دنبال یه اسمی بگردین که تو این رژیم بایکوت بوده، زود گوشتونو میگیرن. های چیه؟ کجا اومدی؟ برای چی اومدی؟ دنبال چی هستی؟ چون انقدر این قضیه گسترده است، واقعا من نمیدونم کجاشو باید جمعش کرد که منظورم برسونم که این توهم اینا ساختن داخل اونجوری قهرمانش اینا میشن. الان باز بگردم یک دوست از من گله میکنن، یکی از اونها که من اعتقاد دارم خود همین آقای نوریزاده، به عنوان مثال دارم میگم، یا زمانی که من سر شینه عبادی هوار هوار میکردم که همین گفتن آقا مسیرش نمیدونم عکس آپشنو نکن، دیدین همین شد؟ دیدین خانوم شینه عبادی چرخ پنجم تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی بود؟ الان هم همین آقای نوریزاد همین توهم ایجاد کرده، تو ایران میچرخه، از خودش عکس میگیره، فیلم میگیره، هر چی دلش میخواد میگه، و آخرش هم آخر تای نقطه پایان خط مبارزش هم اینه که آقای رهبر بیا برو کنار یه شورایی بشینن این حکومت اداره کنن. یعنی هنوز آمال و آرزوهای اینه که تازه اگر راست باشه شالاتان بازی نباشه که آقا اگرم خامنه ای میخواد بره کنار، مثلا خاتمی و رفسنجانی و نمیدونم رو همین روحانی اینا بشینن آب گوششون رو بخورن و بریش مردم ایران بخندن، به جای یه دونه خامنه ای بشن مثلا 5 تا خامنه ای. وقتی توهم میاد با خودش تعصبم میاره، قبولش بس خیلی مشکله. آقا پس همه رو باید بکشن؟ خب اگه همه رو نکشن، و شما شک دارین که این کسی رو حس کنن مخالفشون رو میکشن؟ نه، این یکی انقدر قوی شده که ازش میترسن. ای بابا من فکر نمیکنم میگه از قوی بخوای، از رفس چیه منتظری قوی تر و نمیدونم از آیت الله شریعت مداری قوی تر و که یک سه تا استان آذربایجان غربی و شرقی اونها پشت سر آیت الله شریعت مدیر بودن با اون همه هوادار و مقله در کشور در شهرهای مختلف، اینا مثل راحت دیدی که چه بر سرش آوردن. تو اون زمانی که هنوز اینا میخشون صفر نشده بود، این حرفا چی میزنید؟ رژیم اینو نمیتونه تکونش بده، این رژیم انقدر شقاوت داره، انقدر چی میگن
رزالت داره، انقدر پست و پلیده، هر کاری مثل آب خوردن میکنه. و این پسر خمینی رو دیگه این راحتر میخواستی؟ با دو سوت کشتنش. حالا بازم بحثم اینه که این توهم جای بحث داره. این توهم این است که باید به آمار رجوع کرد، باید به ارقام رجوع کرد، باید به مستندات رجوع کرد، باید دید آقا غیر از این شده. الان این موجی که اومدن بیرون، همینا که اسپردم، آفتاب لگنهای رژیم، همشون چی میگن تش؟ به اصطلاح سخنگوشو میشه اکبر گنجی که تش میگه آقا خارج از کشور همه مرخصن، باز بعد امید هست به اون نیروی مبارز داخل. همون حرفی که صدای آمریکا میگه، همون که بی بی سی میگه، همون که اون تلویزیون میگه، همون که اون یکی شارلاتان میگه، همون که اون یکی مزدور میگه. تش همون آقا رژیم بده 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 بده، ولی یه بخشش خوبه، بقیه هم ول متلن. همون که گفتم همه بخشش اینجوریه، از سیاسیش گرفته تا هنریش گرفته تا فرهنگیش گرفته تا اجتماعی، توهم میسازن، چهره سازی میکنن. همه آقاون هم از همون مرز بیگیر و ببند رژیم میرن و میان و راحت، کسی کارشون نداره جز این رسانه‌ای که این تبلیغات الکی رو میکنن. آی آلبوم آقای فلان رو توقیف کردن، فیلم فلان رو نداشتن اکران شد، که تبلیغ کنن مردم بیشتر حریصشن برن ببینن یا برن گوش کنن یا برن بخونن و اون چهره چهره تر بشه. بعد ولی بینه همه انجام میشه، اکران میگیره، مجوز میگیره، سخنرانی میکنه، شعر میخونه، ولی فقط یه مقدار مخاطب براش بیشتر میکنن که بعد بتونن کلایی که میخوان سرشون بذارن. به هر حال توهم به نظر من یکی از مشکلات جامعه خارج از کشوره. توهم چرا به وجود اومده؟ چون رسانه هایی که دارن کار میکنن در خط منافع رژیم جمهوری اسلامی هستن. حالا یکی دوتا استثناء رو بذاریم کنارا که مظلوم واقع شدن، در واقع مثل یه بوکسر گوشه رینگ گیر کردن و فقط دارن تلاش میکنن ناک‌اوت نشن. خب باید همین فضا بیشتر شه، باید حرفای امثال من بیشتر بشه. اینا رو که بایکوت کردن این تلویزیونا، یا بهشون گفتن به شرطی میتونی بیاین که دستمال ما باشی، هر موقع دلمون خواست شما رو بیاریم که ویترین رو جور کنیم، برین تا 6 ماه دیگه. خب این آدم به خاطر شرفی که داشتن تن به این کار ندادن، خون نشین شدن که سراغشون رو تداشون به شمارانه. خیلی هستن، هنوزم خیلی هستن. هدف اینه که این توهم از جامعه تا اونجا که میشه گرفت و واقعیت ها رو گفت، مردم بدونن که آقا اینا همه جنس های تقلبی هن، اینا همه تبلیغات تقلبیه، اینا همه دارن تلاش میکنن منافع رژیم رو حفظ کنن. و این نتیجه خواهد داد، مسلمه نتیجه خواهد داد. به همین دلیل در پایان این اضافه کنم که امیدوار هستم اتفاق البته بیفته، چون من سخت دارم تلاش میکنم که این اتفاق بیفته، که با همکاری تلویزیون پارس امیدوار هستیم بتونیم، یعنی من بتونم با کسانی که صحبت کردم از نظر تبلیغات اسپانسرشیپ کمک کنن که ما به جای یک روز در هفته، جمعه تا دوشنبه تا جمعه هر روز برنامه داشته باشیم در پارس. و به هر حال لازمه اینه که بتونیم یه هزینه رو تامین کنیم در این بخش. هر کسی که فکر میکنه میتونه کمکی بکنه، این کمک من بگم، من از روز اول 30 سال پیش گفتم، هرگز نگفتم من کمک نمیگیرم، ولی کمک رو با شرط و شروطی میگیرم که شرط و شروطی پشتش نباشه. من هرگز در زندگیم کمکی که به قول خودم پول نخدار باشه نگرفتم. شرم بر من بود که اگر دیناری پول اومده برای این رسانه‌های من و باعث شده من افکارم یا خطم یا قلمم عوض شه. ممکنه به یه تجربیاتی رسیدم و یه اولویتی رو دیدم برای اینکه تمومش کنم، برای اینکه ذهنی بعضی‌ها رو
پاک کنم، آدم های ساده لو، حالا حرف بد نمیخوام بزنم، آدم هایی که منطقشون به جای چشمشون، به جای سرشون، به جای مغزشون تو دهنشونه. عضو یک سازمان سیاسی بودن و شرافتمندانه مبارزه کردن افتخاره. سمپات به یک عقیدهی اگر واقعی باشه، اگر شرافتمندانه باشه، افتخاره. حالا من همیشه گفتم هر کس داره هر عقیده و مرامی که میخواد باشه، ولی به اون چیزی که قبولش داره و اعتقاد داره بابتش هزینه کنه، هزینه کنه، از جیبش، از مالش، از جونش، از تخصصش. نه یه تیکه فقط زبونه رو ماهی شرح تکون بده با اینکه آبی گرمه میشه. یه سوال رو جوابش میذارم به خود شما. تو اپوزیسیون چه سازمانی رو غیر از یک سازمان میشناسید؟ اگه میشناسید معرفی کنید، من هفته دیگه میام اینجا فقط درباره اونا تبلیغ میکنم. بس من اینه که اگر دارم صحبت میکنم از شرایطی که الان من خودم قرار گرفتم، صحنه مبارزه است که میبینم. وقتی صحنه مبارزه رو میبینم که در صحنه خالیه، واقعیتش اینه، غیر از همین که گفتم جک و جوناوره خود رژیم اومدن یا اپوزیسیون تقلبی توهم ساز درست کردن و فضا رو گرفتن، یه فضایی نیست که. وقتی شما نگاه میکنی که این توهم به جایی میرسه که فردی که میخواد خوب بره ایران و به عنوان یک رهبر سیاسی سرنوشت اون کشور رو به دست بگیره، اونم دچار این توهم میشه که در رو باز میکنه، یک روزنامه نگار توهم ساز جمهوری اسلامی به خودش اجازه میده بیاد بنشینه و با این کلمات و با این لحن یک مصاحبه رو انجام بده، این زمینه همون توهمه. خب وقتی من میبینم سرکرده ای که ادعای فردای ایران داره این گونه در این توهم گیر میکنه، خب مسلمه من به فردای ایران بهش امیدی نمیبندم. چه امیدی است که فردا اشتباهات بزرگتر از این نکنن؟ وقتی نگاه میکنم که ملکه سابق ایران میشینه با روزنامه نگاری که تمام تار و پود این روزنامه نگار خیانته، حداقل به این رژیم گذشته، نوشته های سخنرانیاش، حرفاش، مستنداتش، و بعد دوتایی میشن مثل فیلم هندی اینجور با هم صحبت میکنن، خب معلومم بعد فردا ایران دلنگران میشن با حضورم چه آدمایی. یه واقعیته. خب چرا ازش فرار میکنی؟ منظورم این که من در شرایط موجود آنچه که تصور میکنم به نفع ملت ایرانه در مسیرش حرکت میکنم. دنباله برنامه رو از وبسایت رنگارنگ پی میگیریم، همین چیزی که بازم میگم آدرس ما این زیره. برنامه ما تموم نشده، قسمت دوم چند برنامه بسیار جذاب و دیدنی داریم و بخش‌های مختلفی دیگه داریم. آقای حسین پویا تن‌پرداز خوبمون، آقای ایرج رویی یکی از خبرنگاران شناخته شده، بخش ورزش داریم و یک دو برنامه متنوع دیگه. در قسمت پارس از شما خداحافظی می‌کنم و به بخش دوم وبسایت رنگارنگ میریم که میتونیم همین الان شما در اینترنتتون سرچ کنید و ببینید. خانم آقایون، به برنامه تلویزیون رنگارنگ در بخش وبسایت ما خوش آمدید. همونجور که در قسمت اول گفتم ما مهمان خانه پارس هستیم و الان دیدید خونه خودمون هستیم و قدر مسلم برنامه ما به جای خواهد رسید که در واقع رو وبسایتمون بیشتر تمرکز کنیم. البته در تکاپو هستیم، همونجور که اول برنامه هم گفتم، که بتونیم برنامه‌مون رو از طریق تلویزیون پارس هر روز به منازل شما، یعنی هر روز که من ساعتش همین ساعت 8:30 شب به وقت لندنه،
از دوشنبه تا جمعه برنامه هر شب داشته باشیم و بتونیم برنامه های متنوع و مختلفی رو یه غلط 19 انجام بدیم. مسلما برنامه تغییرات زیادی خواهد کرد، به خصوص بخش‌های خبریش، بخش‌های سیاسیش بسیار فعالتر خواهد شد و قدر مسلم یک تلویزیون مطرح و پرسرصدا خواهد بود. همینطور که گفتم تو این 6 ماه گذشته تا امروز خدمت شما هستیم، خوشبختانه به هر حال به چیزایی که به اون اهداف گذاشته بودیم یکی یکی رسیدیم و اینجا من با افتخار اعلام می‌کنم خب به هر حال تلویزیونی که الان تونسته در همین مدت با این همه هیاهوهای تبلیغاتی و پولای سرشار جمهوری اسلامی و تلویزیون 24 ساعت و با این همه امکانات وقتی واقعا میری به یوتیوب هاشون نگاه می‌کنی تعدادی که بیننده اونجا نشون میده حداقل بسیار اندکه. من خوشحالم که اعلام کنم که از طریق وبسایت خود رنگارنگ هفتگی یه چیز حدود 18 تا 24 هزار نفر میبینن. در یوتیوب هم که شاید هستی بعضی برنامه رو دیگه 10 تا همین برنامه هفته گذشته تا 25 هزار نفر دیدن، از طریق بالاترین میبینن، از طریق فیسبوک میبینن. به هر حال این مجموعه ای که برای تبلیغات در نظر گرفتیم کارش عالی نشون داده و واقعا اینجا باید یه جایزه اسکار حداقل به من به همکارم بدم که یه نفره به هر حال زحمت زیادی میکشه و ما در واقع یه تیم دو نفره هستیم. تعجب نکنید واقعا یه تیم دو نفره هستیم که داریم اندازه 12 نفر کار میکنیم و خوشحالیم، هم خوشحالیم هم مغروریم هم خودمون میبالیم که در جهت منافع ملت ایران کار میکنیم. سختی میکشیم، بی پولی میکشیم، هزاران مشکل و گرفتاری با همدیگه داریم، ولی آخر شب با وجدان آسوده سر بر بالی میگذاریم. به هر حال این قسمت رو من میگم برنامه داشت خواهیم داشت از آقای حسین پویا، طنز پرداز خوب کشورمون. در قسمت دیگری آقای دکتر ایرج ربیعی، یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس در آلمان، گزارشی درباره پناهندگان خواهد داد. یه بخش هم داریم در ورزش و تا آخر برنامه بنده در خدمتتون هستم. بر شما هموطنان عزیز و بینندگان تلویزیون رنگارنگ، امروز سومین قسمت از داستان نبرد رستم و اسفندیار رو میخوام خدمتتون بگم. در دو قسمت قبلی درباره سه تن از شخصیت‌های اصلی داستان، یعنی گشتاسپ شاه و اسفندیار فرزندش و همینطور کتایون مادر اسفندیار و همسر گشتاسپ شاه گفتم خدمتتون. امروز نوبت میرسه به اینکه سه تن دیگر از شخصیت‌های اصلی داستان رو معرفی کنم: زال و سیمرغ و خود رستم. ابتدا راجع به زال و سیمرغ میگم که این دو در واقع نقش همیشگی خودشون رو به عنوان حامیان رستم و کسانی که تا حدودی با نیروهای ماوراءطبیعی ارتباط دارن ایفا میکنن. اینها در واقع از راز و رمز حقایق نهان با خبرند و رستم رو در جریان وقایع میگذارند و البته در این داستان میتونیم به نحوی زال و سیمرغ رو همون روح گسترده و نهان ملی ایران بدونیم که از تجسم مادی خودشون در قالب رستم جهان پهلوان دفاع میکنن. خب در این داستان، در داستان رستم و اسفندیار، قوانین سرسختی جاری هستند. در واقع این داستان به نوعی فلسفه نگاه فردوسی به ایرانی بودن و روح ملی ایران و غرور ملی ایران رو بیان میکنه. در این داستان
اینطور بیان میشه که کشتن اسفندیار برای رستم شوربختی ابدی رو به ارمغان خواهد آورد. و از اون طرف اگر رستم اسفندیار رو نکشه، در واقع غرور ملی ایرانیان رو لطمه‌دار خواهد کرد. یعنی رستم در واقع بر سر یک دوراهی قرار میگیره که در یک طرف حفظ منافع فردی و خانوادگیشه و اون عبارت هست این است که به اسفندیار تسلیم بشه، و در طرف دیگر حفظ غرور ملی ایرانیان است که به رستم امید دارن، و در مقابل رستم باید خودش و خانوادش رو قربانی کنه و شوربختی رو برای خودش و خانوادش انتخاب کنه. و خب در اینجا رستم دومی رو انتخاب میکنه و به اسفندیار پاسخ میده که که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند. و این درسی است که فردوسی به همه ما میده، همه در واقع به همه کسانی که به نوعی قهرمانان ملی هستند. این که گفتم ما، منظورم ایرانیان است، نه خودم رو نمیگم، ولی این درسی است که فردوسی به همه ایرانیان و به خصوص به قهرمانان ملی و هنرمندان ملی ما میده، به کسانی که مردم بهشون امید دارن که در شرایط سخت به کمکشون بیان. فردوسی به همه اینها میگه که در مقابل چنین انتخابی حتما منافع فردی و خانوادگی رو زیر پا بذارن و غرور ملی و امید ملی و امید مردم رو انتخاب کنن. خب درباره زال گفتنی ها زیاده و من ترجیح میدم که برنامه امروز رو، باقی وقت امروز رو، به زال اختصاص بدم. من درباره زال در این کتاب داستان‌های عشقی شاهنامه توضیح کافی دادم، در اینجا فقط مختصرا به زندگی زال اشاره میکنم. زال زر، سپیدموی جوان شاهنامه، فرزند سام نریمان است. سام نریمان پهلوان پهلوانان و پهلوان بزرگ ایران در دوران منوچهر شاه. سام نریمان مدتی پهلوان بوده، ضمناً حکمران منطقه سیستان و بلوچستان و افغانستان فعلی و کابل هست. بچه دار نمی شده، فرزند ذکور به اصطلاح پسر نداشته و خیلی نگران بوده که بعد از او این بازوبند پهلوانی ایران رو چه کسی خواهد داشت، و نگران بوده که مبادا کمبودی در این زمینه برای ایران زمین پیش بیاد. به هر حال با توجه به کارهایی که میکنه بالاخره پسردار میشه. بالاخره بهش خبر میدن که یکی از بانوان زیباروی حرم سام نریمان حامله شده و فرزندی در راهه. خب زمانش میگذره و این فرزند به دنیا میاد و این فرزند پسریست با جسه درشت، بسیار زیبارو، ولی برخلاف بقیه بچه ها موهای بدنش تماما سفیده. بالاخره این خبر به زال میرسه، به سام نریمان میرسه. سام از این موضوع بسیار خشمگین میشه و علارغم این که خب باید از فرزندش حمایت و نگهداری بکنه، نگران میشه از این که چرا این موش سفیده، نکنه مثلا این روح شیطانی در این رفته و از این حرف ها. و خلاصه تصمیم میگیره که از این فرزند رو نگه نداره. دستور میده که فرزند رو به کناره کوهی ببرن و اونجا بذارن تا خوراک دامها و خوراک حیوانات وحشی بشه. کار زشتی میکنه و این کار زشت رو میکنه به خاطر اینکه دچار برخی خرافات هست. به هر حال به دستور سام زال رو به پای کوه بلندی میبرن و در اونجا قرار میدن. در این کوه بلند، در بالای این کوه سیمرغ لانه داره. سیمرغ در واقع در این داستان نقش حامی ایرانیان رو خواهد داشت، حامی ایرانیان که با
نیروهای ماوراءطبیعی در ارتباط هست و خودش هم جز دارندگان اون قدرت ماوراءطبیعی است. سیمرغ دو شخصیت داره در این داستان. از یک طرف یک نیروی ماوراءطبیعی است و از طرف دیگه یک مرغه، زیرا که در لانه خودش دو تا جوجه داره. سیمرغ از لانه خودش برای پیدا کردن غذا برای کودکانش به پرواز در میاد. در حین پرواز از اون بالا زال رو میبینه، کودکی رو میبینه که در پایین کوه گذاشته شده و رها شده و صدای گریه زال رو میشنوه. خب با قدرتی که داره به پایین میاد و میبینه که کودکی رو تنها گذاشتن و برای اینکه این کودک از بین نره اون رو میبره، با خودش بلند میکنه و میبره و در آشیانه خودش در کنار کودکان خودش قرار میده. برخلاف تصور سیمرغ، کودکانش از این موجود تازه استقبال میکنند. به این ترتیب زال در لانه سیمرغ در بالای قله اون کوه، جایی که هیچ حیوان دیگری به اون دسترسی نداره، قرار میگیره و بزرگ میشه. ببخشید. خب زال تا 10-12 سالگی در اونجا هست و بعد سام در جریان قرار میگیره که در این کوه کودکی هست که خیلی معروف شده، زیرا که زال در فواصل مختلف از کوه پایین میاد و خب در اون منطقه میبیننش و خبر به گوش سام میرسه و به هر حال سام با مراجعه به ستاره شناسان میفهمه که این همون کودک خودش هست و میره و این کودک رو میاره به دربار، از اون معذرت خواهی میکنه و کودک بقیه سن خودش رو در دربار سام بزرگ میشه. البته سیمرغ از این موضوع خوشحال میشه و به زال سفارش میکنه که هر موقع کاری داشت کار به او مراجعه کنه. برای اینکه زال بتونه سیمرغ رو احضار کنه، سیمرغ تعدادی از پرهای خودش رو در اختیار زال قرار میده و به او میگه که هر موقع نیاز داشتی یکی از این پرها رو بر آتش بگذار و من با خبر میشم و به سرعت خواهم آمد. در این داستان رستم و اسفندیار نیز در جایی رستم نیاز به همکاری و یاری زال و سیمرغ پیدا میکنه و زال در این داستان پر سیمرغ رو بر آتش خواهد گذاشت تا سیمرغ بیاد و رستم رو یاری کنه. البسته زال و سیمرغ در این داستان کارشون اینه که به اصطلاح فضای حاکم بر داستان نورافشانی میکنن تا رستم به خوبی ببینه که چه کار باید بکنه و البته انتخاب در اینجا با خود رستمه. یعنی رستم یا باید بین دوتا راهی که در جلوش قرار دادن باید انتخاب کنه، یا باید تسلیم شدن به اسفندیار رو انتخاب کنه که مرگ اسفندیار باعث خواهد شد که شوربختی ابدی دچار خانواده رستم بشه، زال دستگیر خواهد شد، سیستان و بلوچستان با ویرانی روبرو خواهد شد، و یا اینکه نه، غرور ملی مردم رو حفظ خواهد کرد و اسفندیار رو و یا اینکه ببخشید خودش رو به اسفندیار تسلیم خواهد کرد و این تسلیم باعث خواهد شد که در واقع غرور ملی صدمه لطمه بخوره و البته رستم راه حمایت از غرور ملی مردم رو انتخاب میکنه. خب تا اینجای داستان براتون درباره زال و سیمرغ گفتم، میموند به این که درباره خود رستم توضیح بدم که فکر میکنم که این رو بگذاریم برای برنامه بعد و در برنامه بعد من درباره رستم صحبت خواهم کرد، ولی خیلی کوتاه، و بقیه داستان رستم رو ترجیح میدم که در خلال گفتن داستان نبرد رستم و اسفندیار براتون بگم. خب در اینجا این برنامه امروز رو تمومش میکنیم و بقیه داستان رو میگذاریم برای روزهای آینده. درود بر شما و پیروز باشید.
عاشقم دیوونه وار، بیقرارم بیقرار، تو همون عشق تو قصه های انگار، توی تنها آرزوم، همه عشق و آبروم، دل نمیگیره وسط یه لحظه آروم. بی تو من یه بینشون، میخوام تا پای جون، منو از خودت بدون که بی تو هیچم. با تو ای بهار من، خوب روزگار من، توی اعتبار من که بی تو هیچم. یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. عاشقی تنها راه، یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. یه دل دارم که دل دار شمایی، به این عاشق نکن بی اعتنایی، دل من عمری دور تو گشته، دیگه کارم از این حرفا گذشته. خانم آقایون، طبق روال هفته گذشته یا هر هفته اینطوری خواهد تو قولو میدیم، به دیدار آقای دکتر ایرج ربیعی در آلمان میریم. آقای دکتر درود بر شما. درود بر شما و تمام بینندگان شنوندگان شما در دو سوی جهان. لطفه. چه خبر آقای ربیعی؟ در اروپا، در کشورهای آلمانی زبان اروپا، سه تا کشور سوئیس، اتریش و آلمان، البته بخش بزرگی از سوئیس که من قادر هستم از اینا خبر تهیه کنم و برای شما ارسال کنم، مسائل خیلی زیاد برای ایرانی ها هست که من طبق قراری که گذاشتیم یک کاری میکنیم که خانم ها آقایان ایرانی ها که در غربت زندگی میکنن تا حدود زیادی بتونن به قوانینی که جدید وضع میشه یا قوانینی که وجود داره و ازش سر در نمیارن به اونا برسیم. مسئله مهمی که این بار در چند دو روز پیش در آلمان اتفاق افتاد این بودش که آقای طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه، رو اومد دیروز به بروکسل و بحث سر این بودش که به ایشون پول بدن
1 میلیارد یورو بدن، البته خانم مرکل این پیشنهاد کرده بود، اتحادیه اروپا 1 میلیارد یورو به آقای اردوغان بدن که ایشون پناهنده ها رو جمع جور کنه در در خود مرز ترکیه و نفرسته به طرف اروپا. چرا؟ برای اینکه وقتی اینا می اومدن به طرف اروپا، هیچ کشوری که اینا رو قبول نمی کرد. اولین کشوری که اینا می تونستن راحت واردش بشن اتریش بود، و اتریش هم خب دیگه درد سر براش نواهر خیلی زیاد شده بود، روزی 10,000 تا 20,000 تا نمی تحمل نداشت. اینا رو می تونستن برای آلمان، که این باعث یک تشنجی کوچکی بین آلمان و اتریش شد که آلمان گفت به چه دلیل شما همینا رو میفرستید پیش ما؟ اتریش هم گفت من نجا دارم نه مکان دارم برای شما بفرستم. ولی حالا جریان اردوغان چی بود؟ ایشون اومد که این پولو بهش بدن. اردوغان از شدیدن به اتحادیه اروپا حمله کرد، گفت من خود من حدود 1-2 میلیون پناهجو سوریه‌ای دارم، تا حالا 6 میلیارد یورو هزینه‌اش رو من تحمل کردم، شما حالا میخواد 1 میلیارد یورو کل اتحادیه اروپا به من بده؟ این خنده داره. البته گفت بعدم در اومد یه مسئله پیشنهاد کرد، گفت من حاضرم اگر پول بیشتری به من بدید حاضرم، ولی چند شرط داره. این که میخواستم بگم به سود ایرانی هست اینه، شرط اول من اینه که ترکیه جز کشورهای امن جهان اعلام بشه. کشورهای هستن ناامن هم در جهان، مثل ایران مثلا، مثل سوریه، مثل عراق، مثل افغانستان، شمال آفریقای تکدیده کشور داریم. اگر کسانی از این کشورها به عنوان پناهجو بدن کشورهای دیگه، قبولی پناهجویشون و جواب مثبت گرفتنشون ساده تر از مثلا فردی که فرض میگیریم از یک کشور آسیایی دیگه مثل ژاپن بیاد آلمان تقاضا پناهجویی کنه، حالا یا ترکیه، فرق نداره. اینا گفتن شما باید برید تصدیق رو باید تصدیق کنه که من یک کشور امنی هستم. الان چرا به نفع ایرانی هست؟ اکثر ایرانی هایی که میدونید دوست عزیز که من در اداره پناهجویان کار میکنم، مترجم رسمی هم هستم و اینا رو اطلاع دارم، اولین کشوری که اکثر ایرانی میان از اونجا وارد اروپا میشن، اکثرشون هم به آلمان میومد و پناهندگی میکنن، ترکیه هست. حالا اینا به یک صورتی این جریان اروپا گفت نه ما این کار رو نمی کنیم. بسیار بسیار عالی شد برای ایرانی ها. چرا؟ چون اگر می گفتن ترکیه یک کشور مطمئنه، ایرانی ها که همین میاد آلمان در تحصیل کیس های پناهندگی سیاسی شون می نیستن من از ترکیه اومدم، دولت آلمان یا اروپا هر جا سوئد هر جا یا انگلیس می خواهد پس برگرد برو ترکیه، ترکیه کشور امنه، تو اجازه داری اینجا بیاری برو یک کشورم. این به سود ایرانی ها، چون اکثر ایرانی ها از نظر ترکیه میاد، این به سود ایرانی ها. واقعا من میتونم بهشون تبریک بگم که آقای ربی سوال دیگه بخش ختم، سوال من این است که واکنش مردم آلمان چگونه است در مقابل این هجوم بی سابقه پناهنده ها؟ واکنش مردم آلمان تا هفته پیش خیلی خوب بود، یعنی حساب ما این بودش که چون آلمان در جنگ یعنی 70 ساله میگذره، در اون مدت 7 میلیون کلیمی رو یهودی ها رو کشتن و 6 میلیون کشتن و 45 میلیون انسان از بین رفت، آلمانی احساس نگرانی و ناراحتی و خفت کردن به خودشون و این پذیرایی شاهانه که در تاریخ میگن سابقه نداشته از پناهجویان کردن، یعنی هر شهر اینا وارد میشدن مردم سمت راست چپ ایستاده بودن دست میدادن و با گل و پرچم واسیدن که اینا وارد شهر میشن. این تا هفته پیش بود. از هفته پیش به این گردیدن دیگه نه، ورود اینا همچنان ادامه داره، شروع شده به اصطلاح قرولوند کردن داخل احزاب آلمان، حتی از حزب خانم مرکل که خودش گفته من پناهجو بیاد هیچ اشکالی نداره، حتی من پناهندگی نمیشناسه در آلمان، نام دارن مخالفش میشن، میگن جا ما نداریم، نه جا داریم نه مدرسه. حالا این مشکل در آلمان ایجاد شده، مردم هم کما بیش دارن همین حرف رو میزنن، نمیگن اینا نیان، میگن ما جا نداریم و راستم میگن. تمام استادیوم های اکثر استادیوم های ورزشی و تمام به صلاح چیزهای توپادگان های ارتش که خالی هم همه رو دادن به اینا بکنن، حتی از حد نفت میزنن توی استاد رو میخوابن. از این نظر مردم یک کمی رویهشون برگشته نسبت به این وضعیه، ولی به احتمال خیلی زیاد
مالیات امروز اعلام شد که با این حساب که دارن هنوز میان، آلمان فکر کرد 800 هزار نفر تا آخر امسال به آلمان وارد شه، امروز تصدیق کردن این رقم، همین امروز صبح گفتن نه، 1,200,000 تا 1,500,000 نفر در تا سال تا پایان سال جاری وارد آلمان میشه. این مشکل عظیم است برای این واقعا تو اصلا مشکل اروپا شده، مشکل عظیمی میشه که تو همه جای اروپا برای تشکر از شما با اطلاعات خوبی که دادین، سعی خواهیم کرد یه بخشم اختصاص بدیم به راهنمایی پناهجوهایی که در آلمان هستن و احتیاج به کمک دارن که اینو در برنامه آینده با شما صحبت خواهیم کرد. بله بله، خیلی 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 خوبه و منم خیلی پیشنهاد میکنم این کار رو حتما بکنیم، چون به نفع خانم ها آینه ایرانی هست که میانجه، چون الان همه خیال میکنن که ایرانی ها قبول میشن 100%، بله. درصد که همچی چیزی نیست، با رقم ردی هم زیاد داشت برای ایرانی. تا هفته آینده شما رو به خدای ایران نیست برم. هفته آینده روز روز شما خوش. مرسی. مشاوره در ثبت شرکت های تجاری و اخذ ویزاهای اقامتی و خانوادگی، امور طلاق و ارثیه‌های خانوادگی و دعواهای ملکی، همه مشکلات قانونی شما را به راحتی برایتان حل می‌کند. ایلینگ لیگل سرویس با 50 سال در بخش ورزش شوت گل آفساید خدمتتون بگم که دیروز تیم ایران با تیم عمان در مسقط بازی کرد و مساوی کرد. کیروش و شاگردانش در چهارمین گام در راه صعود به جام جهانی 2018 روسیه دیشب مقابل عمان قرار گرفتن که حاصل این دیدار خارج از خونه 1 امتیاز بود. هرچند نتیجه تساوی در خونه حریف نمیتونه نتیجه بدی باشه، اما بازی تیم کشورمون چنگی به دل نزد. شاگردان کیروش تو این بازی که در نهایت 1-1 تموم شد نتونستن چندان حریف رو تحت فشار قرار بدن و موقعیت‌های گل زیادی ایجاد کنن، اما در طرف مقابل عمانی‌ها فرصت‌های بیشتر ایجاد کردن و خط دفاعی ما بعد از 2 دیدار نسبتاً آسون شب سختی رو سپری کرد. سرمربی پرتغالی تیم ملی هم از عملکرد شاگردانش راضی به نظر نمیرسه. کیروش البته شرایط آب و هوایی رو هم بی تأثیر ندونسته. نتیجه خوبی مقابل عمان گرفتیم، اون هم در بازی سخت بیرون از خونه. عمانی ها بهتر بودن، مسلما بازیکنان ما انتظارات رو برآورده نکردن. البته هوای شرجی کار رو برای اونها سخت کرده بود. ما 4 بازی دیگه پیش رو داریم و 3 مسابقه اون در تهرانه و میتونیم به امتیازات لازم برسیم. در مقابل سرمربی فرانسوی عمانی ها عمل کرده تیمش رو امیدوار کننده دونسته. کاری کردیم که بر بازی مسلط بشیم، اما اونها دوندگی فوق‌العاده‌ای داشتن. در این بازی در حمله بهتر کار کردیم. در 3 سال اخیر این بهترین بازی عمان بود. به سمتی میریم که بهتر از این هم بشیم. تیم کشورمون با وجود این تساوی همچنان صدر جدول گروه 4 رو در اختیار داره. عمانی ها با امتیازی مشابه دومه. برای اون دسته علاقه‌مندانی که ممکنه به هر حال از نتایج تیم ملی راضی نباشن، بخصوص این بازی، و انتقاداتی داشته باشن که ایران خوب بازی نکرد، من فقط یه از زاویه یک مربی حرفه‌ای به فوتبال نگاه کنم و خدمت شما میگم برای ذهن شما. ببینید، آقای کیروش نباشه، آقای فرگوسن باشه، آقای فرگوسن نباشه، نمیدونم آقای مورینهو باشه، هر مربی در دنیا الان روی نیمکت ایران نشسته باشه با تمام افتخاراتش، قدر مسلم نتایجی بهتر از این نمیگیره، به دلیل اینکه بضاعتی که در اختیار داره همینه. حالا برای مثال بخوام بگم، شما نگاه کنید در هیچ کشوری این اتفاق نمیفته که شما میای 3-4 سال یه دفاع چپی رو آماده میکنی، در مسابقات مختلف به آزمایش میذاری، تازه به جام جهانی میبریش، به جام ملت‌های آسیا میبریش، تو اوج تجربهش به دلایلی میگن آقا این سربازیشو تقلب کرده، نه فلان کرده، حق بازی از تیم ملی نگیره، تازه میخوام میگیرنش، اون رفته یه کشوری از این کشور خلیجی واسه اصلا نمیاد، اینا یه تهدیدش میگن اونم دیگه نمیاد. حالا من میخوام بگم این مربی حالا بخواد تیمشو آرنج کنه، این دفاعی که این همه زحمت کشیده در تیمش نمیتونه استفاده کنه.
چند روز مونده تیم در اردو، بازیکنی که همیشه تو اردو گکاوشون بوده مثل هادی نوروزی یفه به این شکل فوت میکنه. خب اینا همه جوای روانی، حالا شاید بگین اینا همه بهانه است. نه نه، برای عزیزان میگم که خب فوتبال رو نمیشناسن، نه فوتبال از نظر فنی میشناسن، نه از نظر روحی روانی میشناسن. شما نمیدونید، هیچ وقت تو زندگیتون شاید تجربه نکردید. و اونا که خیلی وقوق میکنن، ببخشید، تو عمرشون یه شورت فوتبال نپوشن توی مسابقه جدی 5 تا تماشاگر باشه. فضای یه رخکن خیلی تعیین کننده است. برای یه مربی هم که دیگه سوپرمن که نیست که، خارق‌العاده نمی‌کنه که، در حد تواناییش تجربهش یه کاری انجام میده. برای اونورم یه مربی سرشناس نشسته، اونورم مربی تیم باشگاه سرشناس فرانسوی نشسته، اونم یه گروه بزرگ داره میرن تیم ایران رو آنالیز میکنن، تیمی که به هر حال دو سه تا مشکلات داره. یکی اینکه دفاع چپش رو نمیتونه استفاده کنه، یکی از بازیکناشون رفیقاشون بالاخره به اون شکل میمیره، هوای شرجی و پردم عمان خودش یکی از مشکلات تنفسیه. همه مجموعه رو در نظر میگیریم و بازم میگیم که ایران بد بازی کرد، آره، ولی تیمی که میاد 90 دقیقه خوب دفاع میکنه، تنها یک موقعیت پیدا میکنه و همون یک موقعیت رو گل میکنه، این به هر حال داره یک نبوغ فوتبال هم رسیده به یک در واقع مرحله تجربی خوب رسیده که تونسته هم فشار حریف رو تحمل کنه در زمین خودش، هم با مسائل بیرون از زمین بجنگه، و هم در از تنها شانسش استفاده کنه. خب این یه بخششه. یه بخشش هم یه مربی که کار مربی کنه، برایش مهم نیست روزنامه ها چی میگن یا مردم امروز دربارش چی میگن، اون میدونه که فردا مهمه، اون میدونه که رفته تو خونه عمان میخواد به عمان نبازه. حالا اگه شانس آورد بردش یه موقعیت پیش اومد، خب چه بهتر، ولی در وهله اول میخواد نبازه. چرا؟ چون از نظر گل شماری یک قدم جلوتر از عمانه، یعنی اگه نهایتا همینجور دو تای پیش برن، آخر سر ایران به خاطر همین امتیاز گل شماری به عنوان تیم اول میره. پس خوش ریسک نمیکنه، مثلا اینکه برای خوشنودی نمیدونم 4 تا آدمی که فلان کردن براش مهم نیست. این مربی این میگه آقا من کارم و استراتژی خودم دارم، این بازی رو نبازم یه امتیاز بگیرم و 3 بازی دیگه تو خونه دارم، یعنی تو خونه‌ام بازی میکنم، حمایت تماشاگرم دارم و کارو برای من به هر حال سخت‌تر آسان‌تر می‌کنه، برای حریفا سخت‌تر. خب این خیلی منطقی از نظر دو چارتای فوتبال. الان نگاه می‌کنیم می‌بینیم آلمان قهرمان جام جهان، جام جهانی، دیشب میاد به آیلند می‌بازه. اون طرف پرتغال با توپ و تفنگ میره بالا. آیسلندی که تا حالا اصلا برد نداشته میاد یونان رو میبره. منظورم اینه که فوتبال شرایط خودشو داره. یک مربی حرفه‌ای در فوتبال امروز جهان استراتژیهاشو به کار میبره. یعنی وقتی نگاه میکنیم فرض میگیم به اون مثلا الان آقای آرسن ونگر یا آقای جوزه مورینو برای به قهرمانی رسیدن، درسته هر بازی رو که میکنن با شرط همون بازی بازی میکنن، براشون مهمه که اون بازی نتیجهش به دلخواه بشه. جایی میرن مهم نیست روزنامه و مردم گرن اه 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 چقدر بد بازی کردن، مهم اینه که اون امتیاز دلخواه رو بگیرن. حالا بعضی موقع یه امتیازه، بعضی موقع 3 امتیازه. هیچ کس بعضی موقع به فوتبال زیبا امتیاز نمیده. بسیاری تیم‌ها بسیار زیبا بازی کردن، بسیار زیبا بازی کردن، ولی بازنده بودن، نتیجه نگرفتن، همه رو برگردوندن. تو هیچ کس بازنده رو دوست نداره. یه نکته دیگه هم بگم که جالبه، البته از همکارم خواهش می‌کنم که حتماً یادگار اونو بذاره تا بعد من براتون بگم. یه گزارشگر هست در ایران که این اشکال هم نداشته، برای هر شغلی شریفه، این گوشه میدون توپخونه دست فروشی میکرده، حالا نمیدونم جانماز میفروخته، آفتابه میفروخته، نمیدونم بند خدا چیکار میکرده، به نام آقای جواد خیابانی. این تو این قحطی آدم ها کمر تارمار کردن
این اومده میکروفون دست گرفت و گزارشگر شد. از اینا بود که مثلا این گزارشگر میشد کاراکتر و شخصیتش میاد بوق میزد، بوقچی میشد تو وسط یا پرسپولیس یا استقلالیا. حالا این اومده، حالا انقدر می آدم گنده شده که واقعا یه دوربین جا نمیگیره. حالا میبینید شما این درباره فوتبال و تیم ملی ببینید چه جوری اظهار نظر میکنه و من در بعد دربارش با شما صحبت خواهم کرد. با آقای کیروش به جایی میرسیم؟ نرسیدیم تا حالا که نرسیدیم. اینه که تا حالا نرسیدیم، یعنی من فکر میکنم که ببینید ما در جام ملت‌های آسیا یه تاریخ رو بخوایم حساب بکنیم، بعد از 1976 تهران که با گل علی پروین تو تهران قهرمان شدیم دیگه به فینال نرسیدیم. فقط جام ملت‌های آسیا شد. من وقت دارم الان یه ذره حرف بزنم. ببین مثلا جام ملت‌های آسیا سال 1980 میریم کویت، جنگ میشه، تیم ایران با اوج ستاره‌های خودش، کاپیتان ناصر حجازی، حسن روشن به تیم برگشته، ایرج دانایی‌فر، بهتاش فریباز، نصرالله عبداللهی، خیلی از فوتبالیست‌های بزرگ اون موقع تو نیمه نهایی 2-1 به کویت می‌بازیم، در حالی که تحت تاثیر فشار روانی جنگ دو روز قبل شروع شده تو ایران است. خب تیم سوم میشه تو رده‌بندی هم 3-0 کار شما رو میبره. 4 سال بعد میریم سنگاپور نیمه نهایی، یه گل به خودمون میزنیم نمیریم فینال دوباره. شاهین بیانی نه اینکه حالا عمدن بزنه که یکی از بهترین بازیکن‌ها به فان تو اون بازی هم شاهین بیانی بود، نمیریم فینال. بعد سوم چهارم به کویت میبازیم 4 میشیم. دوباره 4 سال بعد تو قطر میریم، بازم تیم خیلی خوبی داریم، یه سری از ستاره ها رفتن، اما فرشاد پیروز هست، بیژن طاهری هست، چون کریم باوی هست، خیلی بازم تیم خوبی داریم. بازم تو نهایی یه دونه از عربستان میخوره، ماجد عبدالله میزنه، بازم نمیریم فینال. 4 سال بعد تو ژاپن اون اتفاق میفته که حتما یادتون میاد، برای اولین بار تو تاریخ جام ملت‌های آسیا با مربی ایرانی یعنی علی پروین از گروهمون صعود نمیکنیم، کلا حذف میشیم. بعد میرسه به سال 96 که دیگه اون قوقا به پا میشه، محمد مالی کهن و 6 تا به کره و 3 تا به عربستان، و باز دوباره بازم تو نیمه نهایی به عربستان میبازیم نمیریم فینال. سال 2000 گل زیبای کریم باقری، دو تا گل از کره میخوریم نمیریم فینال. باز دوباره سال میشه که میشه 2004 با مربیگری برانکو، تیم خیلی خوبیه، تیم عالی هستن، من تا میگم که بهترین تیمای تاریخ فوتبال ایران تیم آقای برانکو بود. تو نیمه نهایی بازم به پنالتی چیپ یحیی گل محمدی حتما مردم میرسیم یاد دیگه نمیریم فینال. 4 سال بعد اون سال 2004 بود، 4 سال بعد تو مالزی امیر قرنایی مربی، توی یک چهارم به کره جنوبی بازی با پنالتی نمیری فینال. 4 سال بعد که من خودم تو قطر بودم گزارش میکردم بازی ها رو با افشین قطبی، بازم توی یک چهارم با کره جنوبی بازی نمیری فینال. خب همه این اتفاق افتاده درسته، اما همیشه به همشون گفتیم اه اه اوه اوه چرا این شد، چرا اون شد، خاک تو سر این مربی، خاک تو سر اون مربی، درسته. کیروش مگه چیکار کرد که بخوایم انقدر تعریفشو بکنیم؟ من همیشه همینو میگم، آخه من به عنوان یه مربی دوستش دارم کارلوس کیروش رو، میگم مربی تیم ملی کشورمه، فوق العاده بهش احترام میذارم، اما میگم کارلوس کیروش کاری خارق العاده تر نسبت به بقیه مربیای ما نکرده. ما اگر در نیمه نهایی یک چهارم این جام باختیم، 4 سال پیشم تو یک چهارم اون جام باختیم، 8 سال پیشم تو یک چهارم اون جام باختیم، 18 سال پیشم تو یک چهارم اون یکی جام باختیم، همه رو که باختیم، هیچ کدوم که نبردیم. توی جام جهانی فوتبال، حالا توی جام جهانی فوتبال من اینطوری میگم، ببینید اگر با جام جهانی فقط 2006 مقایسه کنیم، نتایج کارلوس کیروش و تیم ملی فوتبال الانمون رو فقط با جام جهانی 2006 مقایسه کنیم، من براتون بگم تو جام جهانی 2006 ما با تیم آفریقایی آخرش 1-1 مساوی کردیم، اسم اون تیم چی بود؟ آنگولا. تو این جام جهانی اولش با تیم آفریقایی مساوی کردیم، اسمش چی بود؟ نیجریه. تو اون جام جهانی بازی دومون 2-0 به پرتغال باختیم با همه ستاره هاش، فیگو، رونالدو، مرلش، نمیدونم اینا نمیدونم بودن یا نبودن، به حال دکو که گل خیلی قشنگی زد و خیلی هاش. 2-0 به پرتغال یه گل چجوری خوردیم؟ یه گل پنالتی خوردیم، درسته؟ یه گل از خود کریستیانو رونالدو پنالتی خوردیم و 2-0 باختیم. تو این جام از بهترین تیم فوتبال اون موقع دنیا چیکار کردیم؟ 1-0 به آرژانتین باختیم، یه 2-0 یه 1-0، زیاد فرقی که نمی کنه یه مساوی هم که اونجا با آفریقایی، یه مساوی هم که با آفریقایی. اونجا 3-1 به مکزیک باختیم، اینجا هم 3-1 به بوسنی باختیم دیگه. چرا اون شد اه اون شد به اینو بهم بگید، چرا اونجا شد افتضاح، چرا اینجا شد افتخار؟ کاری که کارلوس کیروش کرد زیاد فرقی با کاری که برانکو تو جام 2006 کرد فرقی نداشت. اگه داشت آمارش بگید دیگه، چه فرق کرد؟ ما مگه اون موقع نتونستیم فیگو رو بگیریم؟ گرفتیم. مگه حمله جلو مکزیک نکردیم؟ کردیم. مگه حمله به آنگولا نکردیم؟ کردیم. مگه گل به آنگولا نزدیم؟ زدیم. مگه گل به مکزیک نزدیم؟ زدیم. خب چه فرقی کرده؟ ضمناً تو همون جام 98 که صحبتش کردیم با یه مربی ایرانی تازه بردیم، آمریکا رو 2-1 بردیم، یکی به بوستاوی باختیم، با آلمان هم 2-0 باختیم. پس چرا همه اونا اخ شدن و اخراج شدن
و رفتن و همشون هم پشت سرشون تفلیو نتونستن نیا کنن بعد از اون بازی ها، اما کارلوس کیروش موند. خب ببینید، شما واقعا در هیچ کشوری در هیچ نقطه از جهان هم چیزی رو نمیتونید پیدا کنید که یه نفر به خودش اجازه بده درباره تیم ملی کشورش، اینا که مثلا چون اینا ایرانی نیستن که اینجوری استایز تلیلای، حالا بخواد مثلا بگه من تمام تاریخ رو میدونم، 4 سال پیش اینجوری، 8 سال پیش اینجوری، خب که چی؟ کیروشو داره تفسیر میکنه جام جهانی اون یکی اونجوری که برانکو اونجوری بود، نمیگه که ما با آرژانتین تیمی که رفت فینال جام جهانی، یکی از قدر قدرت ترین تیمای دنیا، تا دقیقه 94 مساوی بودیم و اگر اون بازی داور پنالتی که رو اشکان دجاگه شد و همه کارشناسان غیر ایرانی البته تایید کردن که اون پنالتی بوده، ایران اون دقیقه 73-74 رو فکر کن یه گل رو میزد، اصلا شاید بازی عوض میشد و مسلما ایران بازی بعدش رو مقابل بوسنی رو با یه اعتماد به نفس بیشتری میرفت، چون مدعی میشد، چون ایران یه بعدم میگه ما اونجا با یه تیم آفریقایی بازی کردیم، اینجا با یه تیم آفریقایی، همین میگن بی سوادن دیگه مردک. اون تیمی که ایران باش تو جام جهانی اخیر بازی کرد قهرمان آفریقاست، نه یه تیم همینجوری از آفریقا اومده. حتما تیمی هم که آفریقا اومده تیم خوبیه، ولی تیمی که ایران در جام جهانی همین دو سال پیش بازی کرد قهرمان آفریقاست. ایران با قهرمان آفریقا مساوی کرده، اومده با قهرمان کشورهای آمریکای لاتین تا دقیقه 94 مساوی کرده با تمام سرداراش، با برترین بازیکن فوتبال جهان مسی. خب اگر میگم اون اتفاق نمی افتاد و داور اون پنالتی رو گرفته بود، ایران اگر با 3 امتیاز زمین آرژانتین می اومد بیرون یا حتی با 1 امتیاز هم می اومد 2 امتیازی می شد، می دونست که دیگه بوسنی رو باید ببره که 5 امتیازیشو بره بالا، اصلا داستان عوض می شد. همچین مردکی نشسته با خوش کیلویی تفسیر می کنه. بعد ما رفتیم جام ملت‌های آسیا اونجوری شد، آره جام ملت‌های آسیا رو وقتی کیروش رفت دگرگونی تو جیم درست کرد. یعنی میخوام بگم یه عده نشستن که اگر همه‌شون رو واقعا میگم تو یک کیسه کنی، وزن فنیشون و آگاهی و دانششون 100 گرم نیست، هر چی دلشون میخواد میگه، چون یه جا نخ میگیرن. یعنی اگر تو هر کشوری دیگه باشه یکی باید اینجوری تمسخر کنه تیم ملی کشورش رو، وقتی من میگم تیم ملی کشورم به همین دلیل میگم که تیم ملی فوتبال ایران سیلیه تو گوش این آخوندهای، واسه که این آخوندهای پوفیوز از اسم ملی میترسن. به همین دلیل که وقتی تیم فوتبال والیبال هر رشته ورزشی ایران میبره، اینا میگن تیم مقدس جمهوری اسلامی ایران. وقتی میبازه میگن تیم ملی ایران، یعنی مقدس جمهوری اسلامی رو توش در میارن. شما بعضی چیزا رو یا من شاید یه موقع خودم اینا رو در بیارم نشونتون بدم. من بحثم این است که فوتبال ایران اگر موفق بشه توقعات و خواستهای مردم به مراتب میره بالاتر. اگه یادتون باشه اون سالهای گذشته بیشتر شلوغی‌ها تو فوتبال شد، تمام تظاهرات از فوتبال شروع شد، بزن بزن و بگیر بگیر و چنگ به صورت رژیم کشیدن از فوتبال شروع شد. حالا رژیم این همه خرج کرده، دوباره این همه تلاش کرده، برنامه 90 درست کرده، اینو درست کرده، اون درست کرده، صدها سایت و روزنامه و مجله درست کرده، یه سری ماموراش فرستاده خارجی از کشور به عنوان ورزشی، همه این نیروها رو گذاشته که فوتبال رو آجمز کنه، به قول اینا نذاره پیشرفت کنه یا کنترلش کنه تو مسیری که خودش میخواد. ولی این حس ملی هرچی بیشتر برانگیخته شه بیشتر سیله محکمی توی صورت این رژیم، چون تکلیف ما با اینا مشخصه. هر آنچه که ما رو مردم ملیه، هر آنچه که اینا غصب کردن دولتیه. ما الان داریم قهرمان و ورزشکار دولتی هم داریم تا دلتون بخواد، علی دایی، رضا زاده، نم سایی،
تو یه صف طولانی، برادران خادم، اینا ارزش ملی ندارن. حالا گیریم 50 تا مدال هم رو سینه‌شون گذاشته بودن، چون مدال‌ها رو به خودش خوش میگه ما نوکر آقاییم دیگه، به اون نوکر میرم میدن به اربابشون. ولی قهرمان ملی مدالش میده به مردمش. کوتاه سخن کنم اینه که ورزش در ایران یکی از سیاسی ترین مسائل اجتماعی اون جامعه است. شما نگاه میکنید تمام برنامه تلویزیونی یه جور محورش ورزشه، برنامه ورزشی عناوین مختلف درست میکنن که فوتبال رو کنترل کنن، تمامش از اتاق فکر رژیم میاد، تمامش از طریق وزارت اطلاعات کنترل میشه، ولی مردم هر فرصتی پیدا کنن با اینا رخ به رخ میشن. و امیدوار هستم همیشه که سالها و سالها گفتم، من سال 88 یعنی نزدیک 28 سال پیش گفتم که بالاخره این فوتباله که انقلاب بعدی ایران رو رقم میزنه. تا برنامه هفته آینده شما رو به خود ایران میسپارم.